رحمت الله نبیل. مردم دیگر بر روایت جعلی و تقلبی مغز متفکر فریب نمی خورند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خامه پرس به نقل از رحمت الله نبیل می نویسد: مردم دیگر بر روایت جعلی و تقلبی مغز متفکر فریب نمی خورند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی می گوید که دیگر شهروندان افغانستان بر روایت های جعلی و تقلبی نابغه شرق، مجاهد کبیر، امیر المؤمنین و مغز متفکر فریب نخواهند خورد. آقای نبیل در یک پیام توییتری شب گذشته پنج شنبه دوم دلو سال 1399 گفته است که با خلق این گونه روایت های جعلی، القاب تقلبی چون مغز متفکر را از آدرس های جعلی و مشکوک جهت رسیدن به اهداف خیش بر افغانستان مسلط کردند. و علاوه کرده است که اکنون با این وضعیت پیش آمده هم جهان و هم افغانستان در حیرت است که چگونه از این اوضاع بیرون شوند. این مقام پیشین امنیت ملی افغانستان تاکید کرده است، اما این جعل کوری ها فقط یک دست آورد برای شهروندان افغانستان داشت که دیگر بر روایت های جعلی و تقلبی نابغه شرق، مجاهد کبیر، امیر المؤمنین و مغز متفکر فریب نخواهند خورد. آقای نبیل با اشاره به دوره های حکومت های پیشین بیان داشته است که این حکومت ها امتحان خود را به شهروندان کشور پس داده و خلق روایت های جعلی اسطوره‌ای از این حاکمان دیگر خریداری ندارد. وای در گذشته نیز گفته بود که مردم افغانستان دیگر به شعارهای دروغین رهبران و سیاسیون کشور باور ندارند و روز حسابرسی آنها فرا رسیده است. او که اکنون یکی از منتقدان جدی حکومت است، بارها از آنچه فساد، تقلب، ناامنی و فریب از هنامز سوی حکومت میخواند انتقاد کرده و آن را محکوم کرده است. آقای نبیل بار در انتقاد از رئیس جمهور غنی گفته بود که خوشبختانه مردم افغانستان درک کامل از آنچه در کشورشان میگذرد دارند. لذا آقای غنی با خلق روایت های مقدس نمیتواند به اهداف نامقدس خود برسد. با باور وی، رئیس جمهور غنی، گروه طالبان و پاکستان مثلث شومی هستند که عامل بدبختی افغانستان هستند و آنها بخش از پروژه تضعیف سازی کشور هستند. او یکی از مخالفان سیاسی جدی آقای غنی است و بارها از سیاست گذاری های رئیس جمهور انتقاد کرده است. بعقیده وی، شعار جمهوریت آقای غنی یک ترفند سیاسی برای بقای قدرت است، وگرنه دار دسته ارگ هیچ اعتقادی به نظام جمهوری ندارند. گفتنی است که در آخرین جدال سیاسی میان رحمت الله نبیل و رئیس جمهور غنی، آقای غنی با حضور وی در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی مخالفت کرد و نام آقای نبیل، فرخنده زهرا نادری و سید اسحاق گیلانی از فهرست اعضای رهبری این شورا خط خورد. در همین حال روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد: اصابت راکت طالبان در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان جان یک کودک را گرفت. طبق اعلام وزارت دفاع ملی، در پی اصابت یک راکت شلیک شده از سوی گروه طالبان در مربوطات ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان، یک کودک کشته شده و یک کودک دیگر به شدت زخم برداشته است.
وزارت دفاع ملی روز جمعه 3 دلو گفته است این راکت روز گذشته از سوی طالبان شلیک شده است. این وزارت اعلام کرده است که نیروهای ارتش به محل حادثه رفته و با ارائه کمک های اولیه صحی زندگی کودک زخمی این حادثه را نجات دادند. وزارت دفاع ملی می گوید که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در کشور گروه طالبان است و این گروه با اجرای حملات انتحاری، انفجار و فعالیت تروریستی خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی را به غیر نظامیان وارد کرده است. این وزارت اذعان کرده است که خشونت های طالبان در این اواخر افزایش یافته است. گروه طالبان تا کنون به صورت رسمی در این باره اعلام موضعی نکردند. بلوسولی گیزاب ولایت روزگان از مدت به این سو صحنه نبرد بین جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی است. هفته گذشته محمد عمر شیرزاد والی روزگان اعلام کرد که در پی عملیات گسترده و مشترک نیروهای امنیتی در بلوسولی گیزاب ولایت روزگان دست کم 30 عضو گروه طالبان و 4 نیروی امنیتی کشته شدند. این در حال است که مشاور امنیت ملی میگوید گروه طالبان جنگ و ترور را افزایش دادند. توقع رهایی زندانیانش را نداشته باشند. مشاور امنیت ملی که روز 4 شنبه 1 دل و در سفر به ولایت پکتیا رفته است میگوید که گروه طالبان هیچ اقدامی را برای صلح انجام ندادند، اما برعکس جنگ ترورهای هدفمند و افغان کشی را افزایش دادند. حمدالله محب در صحبت در این ولایت گفته است که در چنین وضعیت نباید گروه طالبان توقع رهایی زندانیانش را داشته باشند. با گفته او هیچ حرفی در مورد صلح از سوی طالبان شنیده نمی شود. محب گفت که 5000 زندانی طالبان از سوی حکومت رها شد، اما هیچ اقدامی از سوی این دو برای صلح و ختم جنگ صورت نگرفته است. مشاور امنیت ملی افزود که طالبان جنگ را در هلمند، خندهار و اروزگان گسترش دادند و ترورهای هدفمند در پایتخت و سایر نقاط کشور از سوی این گروه افزایش یافته است. حمدالله محب میگوید که گروه طالبان افزون بر کشتن افغانها پروژه های عامه را تخریب میکنند و داشته های مادی و معنوی کشور را به بادارانش میسپارند. به گفته محب جنگ جوری طالبان در کشور مشروعیتش را از دست داده و جهان اسلام جنگ طالبان را در برابر نظام افغانستان بغاوت خوانده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.